من در زندگی شخصیم عمیقا به خراب شدن محتاجم، یعنی به تناوب باید دوره‌های از ویرانی رو تجربه کنم. به نظرم میاد که این تجربه ویرانی برای سلامت و سرزندگی روحی من بسیار ضرورت داره. وقتی میگم خراب شدن، منظورم این استش که یه باره به قعر یک چاه پرتاب بشم. روزها تو خونه روبروی پنجره خودم رو رها میکنم، اجازه میدم ظاهرم ژولیده و در هم بشه، صورتم رو اصلاح نمیکنم، موهام رو گشوده رها میکنم، اجازه میدم اتاقم نامرتب بشه، کتابم رو دور خودم پخش و پراکنده میکنم، به ژرفهای تیرگی، وحشت، افسردگی پرتاب میشم، کاملا خودم رو رها میکنم تا آهسته آهسته فرو برم. هیچ تقلایی برای بالا آمدن نمیکنم. به یه معنا خودم رو به غرق شدن میسپارم. مثل اینکه تو در دل یه دریایی ژرفی قرار داری و دیگه تقلا نکنی برای اینکه سطح آب بمونی، خود رو رها کنی تا به سنگینی طبیعی خودت به ژرفهای این دریا رسوب بکنی و به یه معنا غرق بشی در دل این دریا. گاهی وقتا این دوره خرابی چند روز، گاهی چند هفته، گاهی چند ماه به درازا میکشه. البته در این سالهای اخیر از طول این دوره های ویرانی خرابی کاسته شده است، کمتر شده طول مدتش. بعد از این مدتی که در عمق این وضعیت رها شدگی، در عمق اون وضعیت ویرانی به یه معنا مردم، رفته رفته احساس میکنم سبک میشم و دوباره بدون اینکه هیچ تقلایی بکنم، دست و پای بزنم، دوباره به سمت سطح آب بالا میام. میگم هیچ تقلایی نمیکنم، دست و پای نمیزنم، اما آهسته آهسته بالا میام و یه باره میبینم که سرم از زیر آب بیرون اومده و اون وقت هستش که با ولع هوای تازه رو می به وجود خودم راه میدم، میبلعم گرمای خورشید رو، روشنایی روز رو، زیبایی آسمان رو با تمام وجودم احساس میکنم و تجربه میکنم. به یه معنا بعد از اون تجربه خرابی و ویرانی، وقتی که دوباره زنده میشم و به سطح آب برمیگردم، سرشار از گشودگی هم، انرژی، سرزندگی، شادابی، خلاقیت هم فکر میکنم شکفته میشه، از زیبایی های محیط اطرافم بیشتر لذت میبرم، نکته های تازه که میآموزم عمیقا برام وجد آفرینی، من رو به وجد میاره. اینقدر احساس پری میکنم گاهی وقتا که میتونم بخشی از وجود خودم رو به دیگران ببخشم. این دوره هم به هر حال یک کم و زیادی داره، یعنی یه مدتی طول میکشه، گاهی چند روزه، گاهی چند هفته است، گاهی چند ماهه. به نظرم میاد در سالهای اخیر بر طول دوره این احوال افسوده شده است و بیشتر در این وضعیت سبکی بر سطح آب شناور بودن دوام میارم. البته بعد از مدتی دوباره این شعله فروکش میکنه و دوباره احساس میکنم که زمان خراب شدنه، زمان فرو رفتنه، ولی ذات تقلا نمیکنم، خودم رو رها میکنم تا دوباره به اون قعر فرو برم. یه نوع تجربه خمودگی، پژمردگی، افسردگی، مردگی رو تجربه کنم و دوباره سبک بشم و به سطح آب بیام. یعنی یه نوع موج سینوسی گویی در فضای روحی روانی من به طور متناوب شکل میگیره و رخ میده. البته این تجربه کاملا آشنایی بوده در سنت ما، همه ما کمابیش به هر حال نظیر این تجربه رو میازماییم. بزرگان ما به ما آموختن، حکیمی مثل مولانا به ما میگه که
در واقع این تناوب تجربه های قبض و بست روحی یه نوع شیوهی است برای حفظ سرزندگی، سلامت و زندگی روح. مولانا مثالی میزنه که مثال جالبی، میگه وقتی که تو در حال بستی، گشوده هستی، در حال خرج کردنی، داری وجود خودت رو خرج میکنی. خب این گنجینه وجود تو که ذخایرش بی نهایت نیست، بعد از این مدتی باید شرایطی فراهم بشه که تو اون چه رو که خرج کردی دوباره دخل بکنی. به همین دلیل است که بعد از یه دوره حالت بست که به قول مولانا دوره خرج کردن است، تو باید روحاً به یه دوره قبض بری و اون چه رو که خرج کردی دخل کنی، دوباره به دست بیاری. اما درست نمیدونم که سر این دخل کردن چیه؟ چطور میشه که وقتی که فرد فرو میره به اون اعماق، به اون ژرفا، در ته اون دریای خرابی ویران میشه، میمیره، این امکان براش به وجود میاد که دوباره جوانه بزنه، دوباره بشکفه، به شکوفه بنشینه، به بار و ثمر برسه؟ البته میدونم پاره تحلیل های روانشناسانه برای این نوسانات سینوسی روح میتوان عرضه کرد و خب عرضم کردن، ولی به نظرم میاد که چیزی بیش از عمیق‌تر از این تحلیل های روانشناسانه در این احوال نهفته است. برای من همیشه جالب و محل سوال بوده که در سنت عرفانی ما چرا اینقدر توجه به سویه های سوکناک هستی میکنن، یعنی به چهره منفی، به چهره، به سوی تاریک هستی توجه خیلی زیادی میکنن و به ما میآموزن که این سویه ها رو باید جدی گرفت و جدن چشید. مولانا صریحاً اندوه رو بر شادی مقدم میداره، عشق رو یه پدیده خیلی خیلی محترم و مقدس میدانه، گریستن رو، عشق ریختن رو، و صریحاً معتقده که نباید از ویران شدن هراسید، برای اینکه گنج زیر ویرانیه. من چه ترسم، در اون شعرش میگه زیر گنج سلطانی رو اگر میخوای پیدا کنی زیر ویرانی است، بنابراین نباید بترسی از ویران شدن، گنج در اونجا نهفته است. اما من واقعا نمیدونم چه سری در دل این رویه تاریک هستی نهفته است. مولانا صریحاً تجربه سویه های تاریک هستی رو حکمت آموز میدونه، معتقده که اگر کسی عمیقاً درگیر این سویه ها بشه، اون سری رو که در سویدای این وضعیت نهفته است تجربه بکنه، وجودش پختگی و روشنایی پیدا میکنه. مولانا صریحاً به ما میگه اون کسی که به دل آتش فرو بره از دل آب سر بر میاره. بنابراین گویی مثل این که واقعا یه قدرت سحرآمیزی در سویه های تاریک هستی وجود داره و من درست نمیفهمم این چیه. چرا واقعا اندوه، رنج، عشق، تلخکامی، ویرانی، یعنی همه اون چیزهایی که چهره تاریک هستی رو شکل میبخشن، دروازه روشنایی هستند؟ چرا تجربه این سویه ها باعث میشه که به معنا وجود ما تحقق بیشتر بپذیره؟ مولانا باز در این زمینه نکته آموزی های خیلی خوبی کرده و تجربه عجیبی رو برای ما توضیح میده. مولانا میگه یکی از مهمترین شیوه های قفلت زدایی در این عالم تجربه سویه های تاریک هستیه. یعنی وقتی کسی با اون سطح، با اون چهره هستی تماس برقرار میکنه، پرده های قفلت از پیش دیدگان او برداشته میشن و اون موجودی که چشم او در واقع پرده های قفلت رو دریده و به ماوراء او رسوخ کرده، حقیقت این عالم رو بهتر میبینه و لذا هستی عاریتی او تبدیل به هستی اصیل واقعی میشه.
یعنی در واقع گویی این بزرگان به ما میاموختند که تو از طریق خراب شدن، از طریق ویرانی میتونی پرده های قفلت رو در وجود خودت بدرانی، پاره بکنی و هستی واقعی تری پیدا بکنی. اما من واقعا نمیدونم سر این امر چیه. چه چیزی در دل این سویه های تاریک هستی کمین کرده، نهفته، که وقتی تو به کامش فرو میری، در آتشش میسوزی، بعد این امکان برای تو هست که ققنوسوار دوباره پروبال بگیری، دوباره از دل خاکستر خودت سر در بیاری و اون وقت پرواز کنی و سپهر تازهی در زندگیت رو بیازمایی. به نظرم یه نکته مسلمه، عارفانی که این نوع تعالیم رو به ما دادن به هیچ وجه افراد بدبین، افسرده و دلمرده نبودن. مولانا که در این زمینه نکته آبی های بسیار هوشمندانه داره، حقیقتا از جمله شادترین از جمله گشوده ترین عارفانی است که در سنت ما وجود داشته. اصلا صرف نظر از جنبه های عرفانیش، به مثابه یک انسان بسیار سبکبار، سبکبال، شاد و گشوده ایه. اما مایه تعجبی که این افراد گشوده و سبکبار و شادمان این همه ما رو به سویه های سوگناک و تاریک هستی فرا میخوانند. در ادبیات دینی ما تنها ذکری که در کنار ذکر خداوند به ما آموخته شده است ذکر مرگ. و باز مولانا به ما میگه یکی از کارهایی که پیامبران در این عالم میکنن این است که ما رو به تعبیر مولانا مرغ مرگندیش میکنن، به ما تأکید میکنن که یاد مرگ رو فراموش نکنید. یاد مرگ ظاهراً باید پدیده استراباور و اندوه آفرینی باشه. مرگ یکی از مهمترین تجلیگاه‌های سویه‌های تاریک هستی به شمار میره. حداقل در بادی نظر از چشم خامندیشان نوعی تهدید برای هستی ما به شمار میره. چرا ما رو دعوت میکنن که اینطور گستاخوار به دل تاریکی هستی بزنیم؟ و چرا اگر کسی این کار رو بکنه بنا به ادعای اون افراد یه نوع بصیرتی پیدا میکنه و در نتیجه این بصیرت یه نوع رها شدگی، یه نوع سبکباری و امکان پرواز در سپهر تازه براش فراهم میشه؟ درست نمیدونم علت چیه. نکته یه که به نظرم میاد باید دربارش بیشتر فکر کنم. امروز روز دوشنبه 22 ماه نوامبر و ساعت حدود 3 صبحه.